سلام به همگی، خوش اومدید به این قسمت پرشین رپ نیوز. سلام، روحام هستم. سلام عزیز دل، سهراب هستم. خوش اومدید به این قسمت. امروز در خدمتتون هستیم با خبر کلکل‌های ملتفت و زدبازی سر داستان NFT و برگشتن پیج امیر تتلو در اینستاگرام تا چند روز آینده. با ما همراه بشید. خب اول از همه تولد سهراب امجی عزیز و صمیمانه تبریک میگیم بهش و تولد نوید صدر عزیز، دوتا از رپرهای خوبمون، و ایشالله سال پرکار و خفنی رو داشته باشن. خب هفته گذشته داریا یکی از بچه‌هایی که اولین دیسترک به زدبازی و برنامه رضا پیشرو داده بودن یه سری اطلاعات راجع به رضا پیشرو بچه‌های زدبازی و گذشته داد که حائز اهمیت این که گفتش که رضا پیشرو دوستاش عضو زدبازی بشه. هیچکس ورس اول اثر منفی رو نوشته و قرار بوده که اثر منفی 8 تا ورس داشته باشه که هیچکس مخالفت میکنه با این موضوع. و اینکه شروع اختلافات و دیس شدن زدبازی به این برمیگرده که سهراب امجی پیشنهاد عضو شدن توی سامت رو رد کرده و شاهین فلاکت رو به خاطر گوشواراش مسخره کرد. این در صورتیه که خود سهراب امجی هم بعد از چند روز تایید کرده این حرفا رو و یک استوری گذاشته و همین حرفا توش هست. بریم ما ببینیم. بریم. خب میرسیم به پروژه آلبوم خاکستر روشن از رضا پیشرو که هنوز در حال میکس و مستر هست و احتمالاً تا یک ماه آینده این آلبوم رو داشته باشیم. بریم ما هم ببینیم استوری بیه. باشگاه بشیکتاش ترکیه برای امیر تتلو یک پیرهن از تیم خودش فرستاده با امضای کل بچه های تیم و شماره خود امیر تتلو و اسم امیر تتلو. بریم ما ببینیم بیا چیه؟ علی رضا همه بازیکن ها امضا کردن برام فرستادن. خوب میرسیم به خبری که هفته پیش خیلی جنجال به پا کرد، این که خریدار NFT کاور آلبوم جنگل آسفالت فردی بود به نام فردین فرد اگه اشتباه نکنم که توی اخبار هفته گذشته به عنوان کسی که پیگرد قانونی داره و کلی شکایت ازش شده و صاحب شرکت هرمی بوده، آره، به نام یونیک فایننس. حالا بریم با هم ببینیم این ویدیو رو که خالی از حاشیه نبود و بعدش کلی حاشیه دیگه داره. بریم ببینیم او بیه. اینها مال باخته های پرونده شرکت هرمی یونیک فایننس هستند. پرونده ای با بیش از 40,000 اموال از دست داده. گفتن که بعد تیم بسازی، بعد آدم بیاری. شرکتی جعلی برای کلاهبرداری با جذب سرمایه به شیوه هرمی و زیرزمینی که بدون مجوز و البته با سوء استفاده از نام یک شرکت منحل شده در زوریخ سوئیس فعالیت می‌کرد. هر وقت گفتیم خب مثلا دفتر سوئیسش کجاست، میگفت بنا به هر دلیلی دوست ندارن که مشخصات و نمیدونم اسم و رسمشون نمایان باشه. یونیک فایننس در فاصله سالهای 95 تا 97 در ایران فعالیت داشته، همان سالهای اوج بحرانهای ارزی. این شرکت از نوع بدترین شرکت هرمی است، نه مرکزی دارد و نه جایی برای مراجعه به آن. فردی به نام فرزی مؤسس اصلی این شبکه هرمی و در حال حاضر متواری. خب همونطور که میدونید همون موقعی هم که NFT سروش لشکری مراقب هیچکس به اون قیمت فروخته شد، خیلی حاشیه به همراه داشت. بچه های زدبازی واکنش نشون دادن و مخصوصا سامون ویلسون که پیشبینی کرده بود. آره. دقیق این روزا رو، آره، پیشبینی کرده بود و میگفتش که بعدن گندش در میاد و آره. حالا بریم با هم ببینیم که پست تلگرامی سهراب امجی رو اول ببینیم و بعدش هم ویلس هایی که بچه ها گذاشتن. بعضیا خیلی باحالن، مثلا میان میگن آقا جیب بری بعد و فلان و اینا،
بعد یه خودشون بانک میزنن با دمشون گرم خدا. یه سری دیگه هم خوب سوال میکنن از کارهای بقیه میپرسن و کارا گاوازی در میارن، ولی موقعی که باید جواب بدن ساکتن، موقعی که باید ساکت باشن سرشون به کار خودشون باشه، مطالبه گرن و پرسشگر، ولی موقعی که باید جواب بدن ساکتن، برعکسن کلن. ما فکر میکردیم ما کاسبیم و این حرفا، چقدر ساده بودم من، باید برم پیش اینا من کلاس درس بس بدم، یعنی منتظرم اعلام کنن کجا که کلاساشون برگزار میشه، برم ردیف اول با یه خودکار یه دفتر صد برگ بشینم فقط نوت بردارم. دمشون گرم به خدا، ما کاسب نمای، ما ادای کاسبیم فقط. خیلی توی اینستاگرام و جاهای دیگه دارم میبینم که صحبت از این NFT هیچ کسه، که من خیلی وقت پیش اومدم گفتم چی میشه اگه 400 هزار دلار کاور مجازی آلبوم سروش هیچ کس یه آرتیست ایرانی فروش رفته، تا چند وقت دیگه 20 تا حساب بلوک میشه، 40 نفرم میگیرن. همین اتفاق هم افتاده الان، ولی رسانه های خارجی اونایی که خارج از ایرانن هیچ اشاره‌ای به این داستان نکردن، نمیدونم چرا. یه عکس از من یا یه عکس از سهراب در میره پاره میکنن خودشونو، یه وایس من تو تلگرام میدم جر میدن خودشونو، ولی الان این کلاهبرداری به این بزرگی شکل گرفته صدای هیچکی در نمیاد. مشخصه وضعیت چیه، دو تا چیزه، اولا که اینا کلا با ما مشکل دارن، دوما همه موافق بیپولی ان. اگه یه نفر خیلی بیپوله و وضعش خرابه و تو 33 سالگی شبیه آدمای 57 ساله شده، اشکال نداره، حالا بزنین یه کلاهبرداری هم بکنه، یه چیزی هم گیره این بیاد، حالا چیزی نمیشه که، طوری نمیشه، بقیه کم خوردن، حالا این بابام بیاد یه 2000 دلار گیرش بیاد، حالا اینم یه من فلان انقدر گیرش بیاد، ولی اونی که وضعش خوبه بیاد 100 دلار در بیاره که یه ذره یه گوشش ایراد داشته باشه، پوست یارو رو میکنن اینجا. آی اوی داد بیداد. گفتم در جریان باشین، کلا هم فرهنگ غلطه هم خیلی ضد ما، داستان اصلی اینه. فدایی هم بعد از واکنش بچهای زد بازی توییت گذاشته و واکنششون داده به این قضیه، بریم با هم ببینیم، بعدش هم دوباره سهراب امجه بهش جواب میده، بریم اونم با هم ببینیم. خب میرسیم به تیزر مجموعه جدید از آلبوم زوزنقه از مهرادیدن عزیز که یک ویدیوی ازش منتشر شد، تیزر، که بریم ما همین ویدیو رو ببینیم و بیاییم. توله کردیم کف دستن جعبه ساندیس، این تیم بد تیبونه اصلا شبیه انسانیس، خبری راجع به امیر تسلو دوباره و گفتن که پیجی که ماه گذشته از امیر تسلو پاک شده در اینستاگرام با پیگیری‌های دوستاش قراره که تا آخرای همین ماه برگرده. فکر می‌کنم پیج تتو بود، درسته؟ آره، پیج تتو امیر تسلو بود که ماه پیش رفته بود و پاک شده بود و با پیگیری‌ها مثل این که قراره برگرده تا چند روز آینده. خب میرسیم به خبر سپر خلصه عزیز، این که پرونده قضایی باز داره تو ایران و به خاطر شرکت در کمپانی 13 این اتفاق افتاده براش، که گفتن افشاگری کردن که 20% سهام کمپانی 13 برای سپر خلصه بوده و دکتر 13 که مدیر کمپانی بوده فعلا توی زندان هستش و به دلیل حالا کلاهبرداری هایی که کرده بود و کارهایی که کرده بود، آره، کار حکم فساد فلعرض، آره، مفسد و حکمش اعدامه، احتمالاً حکمش اعدام باشه. خب دوباره برسیم به امیر تتلوی عزیز. هفته گذشته امیر تتلو گفت به خاطر خسارت در ورودی سالن کنسرتی که وارد کردید کلی از من پول گرفتن و اونجا تقریبا خونه من بوده و شما مهمونای من بودید و شما به خودی زدید. بریم هم پستش رو ببینیم و برگردیم. مرسی که تا جای برنامه با ما همراه بودید، دمتون گرم، سابسکرایب، لایک، کامنت فرمایید، خیلی دوستتون داریم، جاتون تو قلب ماست. تا هفته دیگه، یا علی و خلاص.